تو این ویدیو اومدیم با معرفی و نقد فیلم خجالت نکش دو جدایی صنم از قنبر و یه عالم خند و شوخی با افزایش جمعیت سلام دوستان اینجا فیلمالوژی من امینم ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم اگه علاقه من این, این سابسکرایب به نره نوتیف رو هم حتما بزنید تا از ویدیوهامون بیخبر نمونید فیلم خجالت نکش دو ساخته رضا مقصودی با یه روایت تنظامیز و اجتماعی تونسته جایگاه خودش رو تو دل با ایرانی باز کنه این فیلم با تکیه به شخصیت های محبوب قسمت اولش روایت داستانی جذابش لحظات شاد مفرقی رو برای مخاطب فرام میکنه مخصوصا با بازی احمد مهرانفر و شبنم مقدمی خلاصه داستان فیلم خجالت نکشه دو از این قراره که قنبر و سنم یه زوج سن و سالدار و روستایی هن. اونها با دختر کوچکشون هدیه یه زندگی آروم دارن تا اینکه قنبر هوس میکنه یه سر سامون مشکلاتشون بده اون با یه دکتر قلابی تو اینستاگرام آشنا میشه و متوجه میشه که دلیل تنش های بین اون و همسرش روز عقدشون بوده یعنی سنم و قنبر به خاطر خاطر عقد بستن تو روزی که قمر در عقرب بوده دچار نحسی شدن و باید از همدیگه طلاق بگیرن و تو روز سعدی دوباره عقد کنن اونها دور از چشم فرزندشون طلاق میگیرن اما با فوت محضردار عقدشون به تعویق میفته و این اختلالی که تو عقد اونها ایجاد میشه زمین ساز اتفاقات بعدیه سنم و قمر بعد از جدایی سعی تو آزار طرف مقابل دارن و وانمود میکنن که به فکر برگشتن به زندگی مشترکشون نیستن و دنبال زندگی تازه هستن کارهای اونها تا جای ادامه پیدا میکنه که فرزندشون وارد عمل می شن. و این دوتا با وجود مخالفت های برادر سنم دوباره با همدیگه عقد میکنن عوامل بازیگرای فیلم خجارت نکش دو کارگردانش رضا مقصودی تهیه کننده سدمیر پروین حسینی نویسندش رضا مقصودی و افرا جورابلو فیلمبرداریش مهدی جعفری موسیقیش رو آرمان موساپور و تدوینش رو حسن ایوبی انجام داده بازیگرها شبنم مقدمی تو نقش سنم و احمد مهران فرتو نقش غنبر کیان افشار بهرنگ علوی محمد معتزدی سعید امیر سلیمانی، مجید شهریاری، میساق جمشیدی، مازیار مهرگان، النا آسا، اورانوس قوامی، سودابه جعفرزاده، شادی هدیفر، پریسا محمدپور، زهرا کوهساریان و نفس یکی از بازیگرهای این فیلم هست. نقد های متفاوتی درباره فیلم شده و خلاصش فیلم خوبی بوده و استقبال منتقدین رو داشته اما چندتا نکته جالب درباره این فیلم بخوام بگم از فکتاش خجالت نکشه دو دوباره بعد از هفت سال همزمان با تکزاز سه اکران شد که این همزمانی رقابت های کمدی چند قسمتی تو گیشه رو جذاب تر کرد خجالت نکشه یک اول هفت سال پیش تو جشنواره 36 اون فیلم فجر اکران شد و با فاصله یک کمی اکران عمومی در ماه تو جشنواره اون سال که خجالت نکش تو کنار مصادره تو فیلم کمدی بودن موفق شد سیمرغ و بلورین بهترین کارگردانی فیلم اول رو برای مقصودی بر مقام بیاره مسئله اصلی فیلم خجالت نکش میل به بچه دار شدن یک سوج روسای تو میون سالیه که با عرف و فرهنگ اون محل در روزه. فیلم خجالت نکش دو تونست افتتاحیه پر رونقی داشته باشه و موفق شد تا سه روز اول نمایش خودش 71100 مخاطب رو به سینما بکشونه و با نمایش توی 1307 نوبت 5 میلیارد تومان بفروشه متفاوت بودن فضای داستانی و به تب جنس شوخی داستان که فارق از کمدی های روزه و حول محور وارد شدن این زن میون ساله به مذاق مخاطب شیرین اومده و کنایا سیاسی فیلم به شعارهای محرک افزایش جمعیت از نکاتی بود که اکثر منتقدین رو نقاط قوت و زیرکی فیلم میدونن فیلمی که تونسته با خلق و موقعیت های کمدی برای یه زوج میان سال تو مقابل فرزندشون که هیچ کدوم بچه نداشتن از مخاطب خنده بگیره امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه اگه خوشتون اومد لایکتون نره حتما درباره این فیلم بر برامون کامنت بذارید به بقیه مخاطبام کمک میکنه درباره دیدنش و لایک و سابسکرایب یادتون نره نوتیف رو هم روشن کنید تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندید فعلا خدا نگهدار